با سلام خدمت بینندگان برنامه یه نگاه. یه نگاه بود یا نگاه یک؟ برشون. من دکتر امامجوش هستم. من یکی از رفقای گارد امام بودم. یعنی امام تو فوروارد، من تو گارد. خب اگر موافق باشید ما از به اصطلاح فعالیت‌های جناب عالی پیش از پیروزی انقلاب اسلامی شروع بکنیم و قدری از موقعیت اون موقع خودتون بفرمایید، متولد کجا هستید و فعالیت‌های قبل از انقلابتون رو قدری برای بینندگان عزیز تشریح بفرمایید. بله، والا من در برج مراقبت فرودگاه مهرآباد درست همون روزی که هواپیمای امام فرود اومد متولد شدم. از همون لحظه اولم هم فعالیتامو شروع کردم و فریادهای ضد استکبارمو همونجا سر زدم که به صورت ببخشید متولد شدم. البته من پیش از انقلابم، یعنی قبل از تولدم، مبارزات مخفی داشتم که سابقه زندانم داشتید؟ بله داشتم، درشتش هم داشتم. قبل از انقلاب ساواک به خاطر فعالیت‌های گسترده‌ام دنبالم بود که خودم برای عادی‌سازی افتادم تو کار مواد مخدر و قتل و شرارت و که خوشبختانه به همین جرمم هم گرفتن. من نتونستن هم بفهمن که من با امام کار می‌کردم و فعالیت داشتم با امام راهب. اون وقت آقای دکتر در قالب چه تشکلی در اون مقطع فعالیت می‌کردی؟ والا تشکل که منم در قالب خودم تشکل می‌کنم و تشکل می‌کنم از همه دست‌اندرکاران برنامه که اینجا حضور به هم رسوندن، اما بیشتر با گروه شعبون دیماخ و رمزون یخی و اسقر قاتل و اونا کار میشه. وقت با چه اهدافی این گروه تشکیل شد؟ با اهداف متعالی امام که در سیره بالا بلند ضد استکباری برای فتح قله های هسته‌ای و قرائتی نو از موازنه راهبردی ولی امر مسلمین جهان خلاصه میشه. آبا تو هم گیج میزنی، اهداف گروهتون چی بود؟ حتی گروه کجا بود که اهداف داشته باشه؟ اون موقع خود امام ترکیه که دیگه جوار بود و تو هم یه گروه؟ آبا منظور من مرد خوری و مفت خوری و لاش خوری و که اهداف اینه که اهداف نمیخواستی. یه گلوی تازه بفرمایید، آب میل کنید آقای دکتر. اگر که بالاخره تهیه کننده محترم برنامه هزینه کرده و زحمت کشیده این آب رو تهیه کرده. نخند، قیافت شبیه ترشی تره میمونه. بیشترین هزینه که تهیه کننده برنامه پرداخته اینه که تو رو با این قیافه بیزانست وارد این برنامه کرده. آب بدونه بدونه. آقای دکتر از کی دقیقا با اندیشه های از امام آشنا شدید؟ الان زمان دقیق، والا اون زمان به خاطر فضای اختناق امکان آشنایی با افکار امام تو شهر خیلی دشوار بود. اما یادم یه سال تابستون با دکتر سبزعلی رضایی رفتیم دعاتشون، بعد منو برد یه جایی، دیدم افکار امام همینجوری داره تو فضا منتشر میشه. خودم خیلی تعجب کردم، چاق چله پروار شیرشو میدوشیدن. آه تو من همونجا با افکار امام آشنا شدم. اون افکارش این شکلی در من نشو و نما پیدا میکرد. از اون زمان هم ارتباط من با امام چی برقرار شد؟ از چه طریقی؟ از طریق اینترنت. همین الان هم امام با من چت میکنه، من هم با یاد و نام ایشون چت میکنم. عجب مش رجب، ریش امام یک رجب، تو میدی بزن رد رجب، بیریدی دد رجب. آقای دکتر با توجه به این که نظر امام این بود که روش ها و اقدامات مسلحانه رو برای پیشبرد اهداف انقلاب جایز نمیدونستن، شما این موضوع رو چجوری حل کرده بودید برای خودتون؟ حالا چه امام جایز میدونستن چه نمیدونستن؟ من خودم به شخصه اصلا سمت عملیات مسلحانه نمی رفتم، نه به خاطر ترسا، کلا به خاطر اینکه من خودم شخصا به این موضوع حساسیت دارم. این صورتم جوش میزنه، عکس آبریزش بینی، بعد دیگه اصلا استخونا میگیره، بدنم قفل میکنه، اصلا مغزم هنگ میکنه، مکافاتی دیگه. اما این موضوع رو مقام عظما از همون موقع تو چایی حل میکردم، میزدم بالا. میزد دیگه عمل. یادتون هست دقیقا 12 بهمن 57 کجا بودید و چه میکردید؟ اگه بخوام بگم، برای به دوش کشیدن بار نظام نوپای جمهوری اسلامی داشتیم تو باشگاه بدنسازی رو عضلاتمون کار میکردیم. 7-8 نون. یعنی دقیقا کدوم محدوده ها میشد؟ میشد محدوده 6 بازو، فیله ستونی پشت، 16 کمر، 3 گام مایچه کول، 23 کول، 2-200 گردن، 2-200 این قسمت چپ راست. ما به این صورت یک کار میکردیم ما تو باشگاه. حالا ناگفته هایی به ذهنتون میرسه از اون 10 روز از شبت که از 12 بهمن تا 22 بهمن که تا حالا جایی نقل نکرده باشید و الان بازگو بفرمایید برای بینندگان ما؟
این 10 روز خیلی 10 روز سرنوشت سازی بود، چون امامم از یه سفر طولانی اومده بودن، خسته هم بودن. همون شب 12 بهمن مثل خرس افتادن خوابیدن، گفتن انقلاب پیروز شد منو بیدار کن. بعدم دیگه خور لاکن پف ما هم که صحنه رو اینجوری دیدیم، همینجوری رفتیم بغل امام، همونجا خوابمون بود. یاد امام بخیر، هر وقت منو میدید سرشو بر میگردون، نگاه مخملیشو میدوخت تو چشام، گفت دکتر بتاز. چنین عبارتی رو امام کجا به شما گفته بودن؟ وقتی زبانش بودم دیگه اینجوری میزنم ترکه پیچام 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 برمیگشت این جمله تاریخی رو بهم میگفت، گفت دکتر بتاز. منم متاسفانه وقت این برنامه به اتمام رسیده، گفتگوی خوبی بود، استفاده کردیم از جناب عالی، ممنون از اینکه برنامه نگاه یک تشکر بودید. بینندگان عزیز شاهد برنامه دیگر از مجموع برنامه نگاه یک بودید.